مدیر کل دفتر مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفته تعرفه های جدید جریمه های شکار به تصویب شورای عالی محیط زیست رسیده است. شکارچیان غیر مجازی که حیات وحش رو نشونه گرفتن حواسشون باشه نقره داغ نشن. بالاخره شورای عالی محیط زیست تصمیم خودش رو گرفت و جرایم نقدی شکار رو بین 5 تا 16 برابر افزایش داد. این مشمول همه جانوران وحشی، چه پرندگان، چه دوزیستان و چه پستانداران میشه. شکار یوز پلنگ که تا چند روز پیش 20 میلیون تومان جریمه داشت، حالا باید این آقای شکارچی برای اون 100 میلیون تومان بپردازه. شکار هوبره هم 20 میلیون تومان جریمه داره، قابل توجه استانهای جنوبی. حتی قاچاق تخم و جوجه این هوبره در استانهای جنوبی هم مشمول همین جریمه میشه، یعنی 20 میلیون تومان. در کمتر از 100 سال گذشته برخی از ارزشمندترین گونه های جانوری مانند شیر ایرانی و ببر مازندران به کلی منقرض شدن. و اکنون هم بعضی گوز زرد ایرانی، گورخر آسیایی، فوک دریای خزر و نهنگ آبی شرایط خوبی ندارن و یه جورایی در معرض خطر هستن. تنها دلیلش هم شکار غیر مجازه. گوزن زرد حدود 60 میلیون تومان الان شده. قوچون میشه وحشی، کلوبوز وحشی، آهو، جبیر حدوداً 10 میلیون تومان هست. انواع نهنگ حدود 50 میلیون تومان هست. شاهین بحری، بالابان، لاچین، اینها جریمش حدود 60 میلیون تومان هست برای یک بهله. خرسایی که شما مشاهده میکنید خرسا قهوه‌ای هستن. شکار هر کدوم از این خرسا 50 میلیون تومان خسارت داره، یعنی باید جریمه بده. اگر احیانا روستاییان، دامداران به هر دلیلی مجبور شدن که به خاطر حفاظت از دامشون یکی از این خرسا رو بکشن، باید 50 میلیون تومان خسارت بدن. البته سازمان در بحث آزار و اذیت و زیانی که به اون دام‌های اهلی این افراد و دامدار انجام میده، درخواست ضرر زیانی که استان ها میفرستن معمولا اینجا پرداخت میکنن. اما خوبه بدونید بهای هر عدد نوزاد پستانداران وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشه، معادل بهای پستاندار مربوطه تعیین میشه. در صورتی که پرندگان شکاری به صورت غیر مجاز شکار و یا زندگیری بشن و یا در اسارت و یا به هنگام قاچاق و خروج از مرز کشف بشن، مشمول ضرر زیان خواهند شد.